بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ادب و سلام دارم بر تمام بیننده های گوهرنما. دوست عزیز شما را دعوت میکنم به دیدن برنامه امروزی ما. برنامه امروزی ما دوست عزیز سر سه آیت از قرآن عظیم شان هست که سوره بقره آیت 219 و سوره ماهده آیت 90 و 91ش از دوست عزیز شما را دعوت میکنم به دیدن از این، البته با استناد ویدیو. در این برنامه ما مهمان داریم تا با شما سوره بقره آیت 219 و سوره مائده آیت 90 و 91 به شما واضح شود که الله رحمان چقدر با شما محبت داره و قرآن چقدر کتاب هست که شما را جامعه بسیار دوست داره و دوستی قرآن آنقدر زیاد هست که اگر ما سر ازی به سالهای سال بپیشیم برنامه بگیریم حتی نمیتونیم. ما میخواییم واضح در چند کلمه به شما از زانی را واضح بسازیم که چطور قرآن از ایمشان شما را چقدر شما را دوست داره و تا کدام نقاطش هست و ببینید که یک آیت 91 و 90 سوره ماهده شما را آنقدر دوست داره که از شما میتونه بسیاری چیزها را بگیره. در این برنامه با شما از آن واضح میشه که چندین چیزی که از پیش شما میره اگر شما یک آیت از قرآن عظیم الشان در زندگیتان کم بکنید، ببینید چقدر چیزهای مهم را از زندگیتان میره و شما چقدر تنها و بی حیثیت و همو اهمیت انسانیتان از دست میده. شما را دعوت میکنم به دیدن از این برنامه. او را دیگر نیابی، ای هوشمند بیشنو این پند دل پسندم، تا به خبر نمانی بیدار شو که خوابی، تا به خبر نمانی بیدار شو کی خوابی، ای بی خبر زی مردن در فکر خواب خوردن، از بعد جان سپردن کاره کی خوش بخوابی. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. جانه که جور است؟ خوب است؟ ساعتت خوب است؟ نام چی از برادر؟ نام خان محمد. خان محمد جان بسیار خوب. فکر کنم بچه کابل هستی؟ یعنی بله، از منطقه نواباد دیگه پک هست. از نواباد دیگه پک، تانگای زخیر بادم باخت هست. آه فهمیدم. خان محمد جان، عملت از کجا شروع شد؟ از کجا، یعنی شروع عمل از کجا بود که به این نقطه رسیدی که امروز به اصطلاح کالای چرک چیره سرواز زندگیت؟ شاید که فامیل هم از دور باشن، خفه باشن، شاید که از هیچ ارتباط نم نگیرن. یعنی بزرگترین چیزی که باعث شده تو را دور کرده ما به نظر ما عمل است. همین شروع عملت از کجا بود که بیننده بفهمن که الله رحمان طوره که در قرآن عظیم شان میگه شما به طرف عمل بد نرین؟ یعنی همین نرین از او به ما واضح شوه که یعنی مثال ما از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. از ما این عمل ما تیت پاشانی همی عمر سای خدا بیامرز اینمی آزم که از بنده ما مردم دیگه سراغ اینمی کار از بیکاری و ناچاری و کار نیست دیگه نیست و غم و رنج یک چاشت پیدا میکردی مثلا شب نیست، اگر شب پیدا میکردی صبح نیست دیگه اینمی دقم مردم دیده نمیفهمیدیم که مثلا معتادی رقم درد داره مثلا این رقم گرفتارش مثلا من میشم یا نگر می فهمیدم بازم چهار بودیم نام خداست نما بزرگ بود توی برنامه نمی رفته و کس هم نبود که میگه آقا جان شما این عمل که استفاده میکنین این عملی است که برادر اقن تی مغز میدانه دیگه یه لاکدنی نیست. یک آدم نبود که همون مثلا همون سال گف بزنه بود آقا جان نتو گفن ما بکیم بودم مثل که سگرت میکشیم از پدر مرتزی میکردم میرسیم ولی نسبت دستشوی میکشیدم میامدم باز پدر میگمید میگم در یشتا سگرت بود چرا رفتا ماندن اینی رقمی در این عمل هم که رفتیم آمار صاحب خدا بیامرز کنه تشد ما دیگر تا جگرکنی و بیچارگی اینی رقم شده ما واره شده طالب کامت دا آمد داده مواد مخدر شده داده این تا توی عمل گرفتار شده.
یعنی شروعش یک طور که ما ول از خودتون شروعش یعنی از نسوار و سیگرت چیزا بودن شروعش از سیگرت بوده بعد از سیگرت یعنی اولین سیگرت از یعنی بعض دوستا تا حال فکر میکنن که اگر سیگرت بکشم چیزی گپ نیست امروز میکشم سبا اعلام میتم نه لیکن یک روز بعد سیگرت کشیدی روز دوم شاید سیگرتی کشیده باشی روز سوم جانو این اشتباس کار کی میگه که من نمیکشم دیگه مثلا این اشتباس که بگم کی نیست سیگرت که سیگرت است که بگم امروز میکشم آقا فردا نمیکشم این اشتباس توی کار نره چند ساله به خان ماما جان ما یکم 50 ساله هست یکم 50 ساله آدم نام خدا با تجربه معلوم میشه آدم هست که من تو میبینم روشن هستی خب زیادترین یکی خب این باعث شد که پدر عملی بود و آخر سیگرت شدوزی کردی شاید کمی ذهنیت زمان که پدر در خانه میشته سیگرت میکرد شاید خودت میشته خب یک چیز خوب است که پدر کشید بیا ما هم یک دود بکشم شاید همه فکر کرده باشی پیش خود یعنی خوب خرابش یک دفعه که ما نه بود یعنی پدر که میامد کتی سیگرتش که ماندگی می بود یعنی که سر نماز می شد فقط به نمی وقت خودم می آفتیم که کسی نیست نگاه نمی کنه فقط یک تا می گرفتیم و نگ رقم پت می کردیم و خلاصه بیرون بر آمدیم بی آیات یا بیرون بر آمدیم می دادیم یک شردی والی یا توی دست تشناب اینجا می شدیم خلاصه می کردیم به این دفعه می بود یا کسی خوب خراب نمیده که مثلا این بزره نه یعنی ات پشتانت فکر میکردی کمی یک مزه داره خوب است که پدرم میکشه باید مام بکشم شاید همت فکر میکردی یا نه یعنی مزه شده تو میگفتی کلان خانه یعنی پدرم این کار که میکنه حتما یک چیز خوب است که میکنن بیا که مام یک دفعه مزه شده بچشم مام میگفتم برو میکشم روز مثلا فردا نمیکشه کنم صاحب نیست ولی فکر نمیکردم که نه نورم که عمل اگه استفاده میکنیم مثل نان بارو که مثلا خوراک داریم هایش مصیبه یا من تعمل ما میشه ما در این فکرش نبود نبوده که گرفتار از کارا شدیم یعنی گاهی وقت کس برای تو رام گفته بوده که گاهی وقت یعنی کس برای تو نگفته بود که الله رحمان در قرآن عظیمشان میفرمایه که شما به عملت نزدیک نشین به عملت نزدیک نه چیزی که نشاور از حرام است کس تو نگفته بود برات که همی کار کار خوب نیست خداوند هم خوش ندارن چرا؟ پدر، مادر، خواهر همش میگه خدایش یعنی من بازیچه خانه بودم یعنی توی خانه که من آمدم دان از یاد خنده بود از قومم از خودم تا حالم که معتاد هستم فضل خدا کدام کجی ندارم توی خانه قومم که برم دمی حالت هم هستم اگر میگنی قومم همی جام نزدیک خدایش دهی بریم اما زن ببی که جای شیشتن ما یافتن نمیفهم کلگی شاید زیاد دوست داشته لیکن از این کلگی رنگ میبرم ولی که میبینم توی وشاریم به سواد هستم این آقا سواد ندارم ولی که میبینن که توی وشاریم توی رقم کارم که توی برنامه رفتم یعنی پدر مادر شکستانم بیخی یعنی پدر مادر شکستانم ات شکستانم شان که خلاصه برد بگیم که بگر تو که یک گل که نو تازه بدر سر شکوفه میکنه حالا سعی میکنی بدر سر خوشت میگوست میده که گشتم ای که شکستانش پخ بوچیده اون پدر مادر رو رقم میکردم واقعت واقعت هیچ پدر و مادر خوش نداره که اولادش باید یک سرنوشت سخت دوچار شوند آیا ازدواج کردی؟ نه ازدواج نکردی و طفل هم نداری و دوگاه میدی فعلا چی احساس داری؟ چی احساس داری؟ امید یکم یک زندگی که فعلا داری؟ احساس خدای خودی نمیدم ایشه میخوایم که از بهترین مال از اونمی کار بکشه یا خدا مرگ بزن اگر به طور مثال به یک لحظه فکر بکن که اگر تو برگشت میکردی میرفتی یک دکتر میشدی این خوب بود یا ای که بدار قند به یک لحظه لذت زندگی خود پشکنانی لذت هم نیست گرچه یکان دفعه که آدم به فکر میشه مفته نمیفهمه که در چی حالت افتاده ایم دامنم بالاست پایان است ما چی میکنم کی سرما میخنده کی نمیخنده یعنی هیچ داره در اون حالت نمیفهمی یعنی تقریبا آدم میتونه افته به یک چند لحظه تو از عقل خود دور میشی بخی بله نمیگه پس احساست آل چی هست آل چی فکر میکنی که اگر تو میتونیستی یا بتانی همی آل با طرف یک زندگی سالم دور بخوری چقدر خوش میشی یعنی خوش میشی یا که میگی نه ما همی زندگی میکنم یعنی فکر کن که پس از مادر تولد شدون خلاصه همه خبرت اهمیت داره بله یعنی یک لحظه که خداوند مرا زنده داشته باشه سالم بایدیم پدرم مادرم هم بیدیم فرشه اینه نمیست
دارو تو ندارم. دارم از من راحت نیستم. حالا دوستم سرا. یازده سال میشه ندیده میشه تو ایران هستم. همیشه مرگ من میخواهیم که خدا خانواده من عزیز دادم. خدا عزیز دادم. حالا خانواده ایت. مردم نیست. زندگی خدا خراب کردم. حالا مردم هم میبینم چیش خال میکنه چیشونش میکنه پنج وقت نماز باقت افا من بعد وقت زکر سر جیشتیم چی میکنم کدام کنام نکنم کدام خطرام نکنم صدقه خودشم که ما رو دهی گرفتار کردم دهی جوانی خواست خدا خود میخواهی که ما رو زمین نجات بدم. آمین آمین. نصیحت چیز به می جوانایی که از یک عمل شروع میکنن آیسته آیسته میرن به طرف دیگه، مثل یک انسانه که خودت امروز دهود درد گرفتار هستی که بسیاری ها نمیفهمن، بسیاری ها را طور سیگرت و چرس و شراب چیزا طور در نظرشان میاد که بدر یک چیز خوب است. بله یک مزه لذت زیاد داره. نصیحت چی است؟ تو خودت دهود درد گرفتار هستی، میبینی بسا شیرین ترین کس مادر پدر است. بله. و از پیش دور شده. یعنی تو به دیگه چی نصیحت میکنی که همین درد تا حال و نرسیدن به این مسیر نارسیدم این نصیحت تا ما برد و برسانه مرد نصیحت ما ایست که اینه تا حالا مرا نگاه کن هر کدام اشتر بشم بسا من بگه آقا محتاط تا ایست من چی قرار میکشم که چی که یک برادر هموطن مرا میگه محتاط چی که این گناه خودم است که چی کار رفته نکنن یاد خدا مرا ببینن از پدر از مادر از خرم از خیش یالا یک آدم اتباع نمیکنه چوب اگه که مطیر شم اصلا نگاه میکنه که باش این آقا معتاد است این دوزی نکنه یعنی چه قبط از این کار این معتادی نکنه لیاد خدایی مثل سکرتوار نیست که بگی برو نمیکشم یا مثل نانوار نیست لغمه دوسیبانی بگی نمیخورم این از خانواده از زندگی از جوانی از همه دورت میکنه خلاصه خلاصه فکر کن که مردی دیگه اینه تو زندگی تیلن در کجا؟ در کجا زندگی میکنی؟ یعنی من که میبینم همی چیز یعنی خود این همی همه چیز از انسان میگیره شاید که جای خواه هم از تو گرفته باشه جای خواه درست هم نداشته باشی نه هر جایی که شب شد شام شد چهار نفر دوسته بدیم آنمو جا شب اونم صبح میکنیم این مشخص گفته تو جای من نیست که من هر شب بیمینم اینجا هر دیگر بیمینم اینجا نه هم دیگری جا بدم فردا بودی شهر نوستم بدم بالا کار که چی که یا کار ما را که پیسه من چیز جور کنم که این لامزه بیدم این خریداری کنم بخرم بیدم یعنی هیچ وقت تو فکر کرده بودی حالا که خودت دمت یک حالت گرفتار هستی آیا حالا درک میکنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله جل جلاله چقدر انسان دوست داشته که در کتاب خود میگه که شما به طرف چیزهای نشاور دور نخوره چی شراب باشه چی هر چیزی که شما رو نشه میکنن یعنی دین میگه تو چقدر محبت میبینی خداوند واقعا انسان دوست داره یا نداره دمی کلمش که میگه در قرآن از این چرا چرا با چی خیلی ما راست کرده دنیا رو با چی داده خداوند یعنی از هر کس که تو اهمیت از گپ چون که زیاد میفهم ای سوالو برات از خاطر میکنم که اگر ما رو بگی ما به طور مثال ما خدای نکرده تا یک حالت نیست ما درک کنم که بدر والا خداوند چقدر ما رو دوست داره لیکن تو اهمیت از گپ میفهمی الله رحمان یک نقطه میگم شما اجتناب بکنین از چیزای نشاور اینا سه که الله رحمان چند نقطه را به تو در نظر میگیره اول فامیل دائم نزدیکش باشی باز دوستی شیرین ترین کست که مادر و پدر است اگر امیر خودت با ما تشریح بکنی یعنی خداوند وقتی که تو را میگه نشانه کد چقدر تو را دوست داره چند جهت در نظر برات میگیره خداوند دوست داره خداوند خیلی از سر داره صدقی پروردگار شما بیبی خداوند گفته که تا بندیم از من نگرده هیچ وقت من هم میگردم از بندیم درست است؟ نه یعنی امی نشه شدن یا امی عملی شدن از تو بسیار چیزها را گرفت اولین چیزی که از تو گرفت مادر و پدر خانواده من آها حالا خانواده من بسی جوانی خودم زندگی خودم آها حالا من چی کار کنم؟ من چی؟ حالا هر سو که برم کسی میگه آقا بدت نمیخورم براستی بدت نمیخورم توی جامعه چی که این عمل است این عمل اگه یک سات برای من نرسه میمانم از کار از نکل بفتیده مثل مرده باره یعنی همه چیز تو رو عمل از تو گرفت کل چیز من اینمی عمل اینمیه اگه اینمی نباشه
شکرم یالا میگم یکم اینجا هستم اصلا فکر میکنم که بعد گفتم از مادر تولد شدیم اگه نمی عمل نباشه دعا میکنم ما از قلبم روز برای دعا میکنم واقعا ما اولکتی چشتم ما درک کردم اگر نه ما خودم سابق که عبور میکردم کس را میدم به عمل دوچار شده خیلی خفه میشد قلبم چرا یک جوان باید یک سرنوشت گرفتار شده دلیلش نمیفهم لیکن امروز کتید که نزدیک گپ زدم فهمیدم که خیر اشتباه بزرگ کردیم یعنی یک اشتباه بزرگ است اگر ما تو احمد محمود هر کس که در این دنیا هستیم با یک لحظه اگر درد بکنیم که الله رحمان با ما یک کلمه میگه دوستا یک کلمه میگه شما عمل بد نکنین از چیزی که نشاور دور شوین یعنی این یک کلمه ارزش و اهمیتش در زندگی ما خیلی زیاد است خداوند میگه کتاب است که ما هم به همه چیز میده بیان کردیم همین یک عمل نکنین یعنی با تو دینمی کلمه پیش بینی میکنه دوچار اینت یک زندگی میشی پس که ما خانم آمد میبینیم امروز میرنج ازی که پدر و مادرش ازش دور است میرنج ازی که در اجتماع اهمیت انسانی خود از دست داده میرنج ازی که بیادر یک همسن سالش املایش تیر میشه برای ازو بجایی که برش بگه که خانم آمد جان بیا که بریم اک امروز ما تو به یک محفل بریم به یک جای بریم به یک سپورتزال بریم به یک منطقه خوب بشینیم یک دقیقه بزنیم با طرف انسان با چشم حقارت سعی میکنه انسانیت تو را از تو میگیره عمل واقعا که الله رحمان چه خوش میفرماید در قرآن عظیمشان که شما از عملهای نشاور دوری بکنین خانم آمد جان زندگی عادی مثل که قبل از عمل زندگی داشتی چه قول آرزو داری که امت یک زندگی داشته باشی چقدر خوشت میاد که امت به مو زندگی پس بگردی پس بری به مو زندگی که قبلا بود و جور بودی و کلگی دوستت داشته کلگی بیادر قن احترامت میکردم در جایگاه در بین همسن سالات یک جایگاه خاص داشتی در بین مردم چقدر دلت میخوای پس به امت یک زندگی برگشت کنی اصلا زندگی نمیخوام اینمی را خداوند از من دور کنه که تنم سالم شود هر این خدا براسی که پلاسیب که خیابان باشه جمع کنم به نام خدا که چی کشورم در پاک صفا باشه اصلا زندگی خدا نمیخواد ولی تنم سالم باشه توی اینمی بدبخت در جانم نباشه اینمی از من دور باشه پلاسیبی خیابان خدا پاک میکنم که مردم به بگیر سر کار برم از خال ما از خال نبینه این خدا را ذکر کن نصف روز من ملت خود تمی کارا میکنم ولی نمی از من دور باشم یعنی من قارزه دارم از خدای خود یعنی خوش داری که با جمع از دوستا از برادرای انسانی از برادرای دینی یک جای داخل مسجد شوی وضویت بکنی نمازت بخوانی با دین چیزی که الله میگه پابند باشی یعنی همین آرزو را داری؟ چرا؟ بله یعنی زیاد خوش داری که همین عمل از تو دور باشه و تو یک آدم باشی که با امو اهمیت که الله به تو در خلقت خود داده با امو اهمیت باشی؟ در زندگی خدایی که نماز دور داشتم نمیفهمیدم خوش بچم بودم پدرم که استاد میشد نماز فقط نگاه میکنه میرفتم هر رقم گو میکرد ما همون رقم میکردم مادرم کشم میکرد میکرد بیاد دمروی پدرت گریان میکردم هر رسی که خوش داشتم جای نمازش کشم میکردم همون رقم به همون رقمش میکردم مادرم میگو کاش که تو بزرگ شای کامت نماز خان برای نماز ستون دین ماش ماست نماز ستون جوانی ماست سر جوانه من نام خدا کلش فامید است کلش میفهمه که توی آیت قرآن چی است اینمی را میکشم اینمی حرام است نکشم ولی اونم یک لذر یک دقیقه نالت به شیطان نمیگه توسله کنه نمیگه بگه نالت به شیطان بجایزی برای یک سپورت بکنه برای یک سپورت کنه یا دست طبیعی را برای توی یک بیابان به خالی کو مثلا بیال منطقه مثلا وطن مایش ما یک منظره شده برای مایش ما حالا که تپه برای نام خدا بیده که چهار کابل چی رقم منظره است برم تو یک جایی دارد تو بلندی بشینه ولی میم گفته تو چی؟ همه چیز اوسو میکنم یک لحظه شیطان سر موتورکی میکنه که این شراب زنا این کارا اونم یک لحظه غافل میشه اونم از تو خدای خدا یاد کنه نالب به شیطان بگوید خدام از ما خوش پیغمبرم خوش خودم هم توی گناه نمیره
یعنی زندگی آدم به این سرنوشت نمیرسه اگر واقعا از الله گوش کنه. جانا ولی تو گفتی تو که اگر چیزی که نمیگه بزدی چیزی که خداوند میگه اگر ما شما گوش کنیم ایچ وقت خداوند تیراوا نمیبریم چرا که ما شما بندش هستیم. ما شما رو خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم ولی چی؟ ما شما عمل نمیکنیم. یعنی می عمل تو کنیم هیچ وقت ما شما در زندگی خود یا هیچ کار دنیای خود ما شما پس ما نمیشه. چقدر میخوایی که به دنیا خدمت بکنی، به جوانات خدمت بکنی، به وطنت خدمت بکنی؟ چیزی که دستم برسن، چیزی که از بس توانو شوم، یعنی او زندگی را که به خود جور میکنم، یعنی باقی که فرصت دارم، وقتی که دارم کلش به جوانای خود، به مردم خود، به ملت خود خدمت میکنم. و اینمی آرزورم دارم که بلیاز خدا توی یک دست سگرت توی کارا مرا. یعنی شروع اینمی کل کارت از سگرت بودن؟ کل اینمی شروع اینمی کار و بدبختی و اینمی زندگی و اینمی که جامعه دورت میکنه به مردم بدت میکنه اینمی سینه اینی را که زدی پس این کلش برای تادی میشه بگن. امروز یعنی... گیر ما شما زدیم از خانواده پت شدیم درست است فردا ایشا میزنیم فردا دیگه شا میزنیم برو میگم خانواده ندیم چیزی برای ما نخص نرسد ولی باز این یک هشت مواد یک سال باد مثلا یا پنج مواد باز وقت ما شما تفریف از این بازی بگیم. نصیحتت به او پدرها چی است که دموری اولاد خود سگرت میکشن، نسوار میکشن، چرس میکشن؟ چی نصیحت داری به او پدرها؟ یک عمل که دارن یک دیگه که دارن دیدن که یک چار تا که اولادش یا نواسش در گردش یا در گوشش جمع است اصلا نموره ایچ یاد نبیارن یا مو در جیب خود نکشن زمان که استفاده میکنه یا سگرت یا نسوار یا هر بلایی کرد بره یک جایی بره که مثلا از اولاد از نواسه هر زن از هر زن دور باشه کس نبینه شد خداوند خو میبینه صدقه پروردگار حوال نکنه اگر کدام باید دور برن گفتم اوشار اصلا نکنه که میکنم نفیاتت بیبینه که غیر خدا کشم او پروردگار میبینه بس خلاص بینه کی عمل هم میکنم خب برای خودشان هم ضرر داره نکنم خب میفهمم ولی که میکنم دیگه پیشوری یک انسانی هم نکنه که داره فردا معامله تو سگاری شدی ولی پدر مگه نمیکشی سر صندلی سگرتو خود نمیمان تو امروز توی ایران میامدم نمیامدم پس سگرت شروع شد نسوار و خرس و دیگه از دیگه تایی میشه خب با اون جوان ها چی نصیحت داری؟ که تازه به هیچ دار روی میارن میفهمنم جوان های ما که چیزی خوبه نیست بدبختم کده بیچاریم کده جوانه و جوانه و تیمونی رو میگه فقط تحصیل خود کنن زندگی خود کنن با خانواده خود همیشه پنج وقت تک نماز خود بخونن خدای خود یاد کنن مثل ما اون مسکینی بیچاره که بدر قنیسه کو یک به سواد است یک دیگه یک کتاب که میخونه یک دیگه که میخونه یا قرآن که میخونه سوربکی صدا کنه همسایه خود فلانی جانه بیا چرا شیشی در خانه بیا من سواد قرآن میخونم بیا در پولی ما بشی اصلا یادم نمیگیری نگاه کن گوش کن که چی میگم خیر از این گوش به از این گوشون برم ولی همون ساعت میشینم نگاه کنم خیلی علاقه دارم به قرآن خیلی علاقه دارم به که آیات قرآن میگن این سر وکی رادی باری فراورسی که گوش میکنم نگاه میکنم چی که خیلی دوست دارم یاد میداشتم میدونم سواد میداشتم کارا قرآن شریف میخوندم زمزمه میکدم یک پنج شش تا جوانم در پالی میشوندم میگوتم بیشینه اومد سلطین دینی ما یعنی داره بگیره که فردا رو خانه خانواده مردم خداوند از مایتی خوش باشه خداوند که ما شما راست کرده این کتاب هم از مایتی کرده پیش آورده چی؟ این کتاب آواز میکنه میبینه خداوند این هر خطش کس این کلش ها برای مایتی نمشته کرده که بندیم این همی هر خطش ها خانده برو ببین کل روزنامه کل زندگی دینامی است خوب هم بری بد هم بری هر کار کنی دینامی است ولی ما شما چی؟ امروزای خوبش رو بگیریم بعد هر وقت که بگیریم بد نه ولی نه خوب رو بگیریم امروز توی جامعه توی زندگی توی کشورها بسیار ما شما پسمان هستیم از چی از بنتفاقی ما امروز اگر انتفاق کنیم اگر همدستی با هم یکی دیگه خود همدست بتیم کشوره که ما شما مرام است ما شما مینام تو پنج وقت تکنان خود پنج وقت نماز خود میخونیم مرام آسود هم میباشیم از مردم خود سینمی ها رو دور دارم که گفت مردم ها نکنن گفت شیطان ها نکنن پنج وقت نماز خود بخونن
قرآن خدا بخونم. یک میدونه که یک مست مثلا من بدبختی که درهای اینت اشتباه میرم یک گگ را دور بخورن ببردون و خنده ای کنه شما. شما مسلمان هستی شکر خداوند از ما تو خوشتا میشه که را قبول داری. یا اینی داره برو دیگر اکنه هم بیایم اینجا بیا اینجا من میخونم اینی کتاب هم میخونم یا در پالی من بشه اینی را نگاه کن. یعنی باید پدرها به جوانای خود به نسل جوان خود نصیحت کنند که قرآن بخونن دینتان را بفهمین عمل بد نکنین. خداوند تو را خیر بده. ما دعا میکنم که الله از این مرض دورت بکنه. آخرین آرزو چی است؟ آخرین آرزو اینم تا کردی پیششتم کدام وطنم باشم کدام خانوادهم باشم اینم تا تن سالم داشته باشم اینم تا کشورکم آرام باشه اینم تا پنج وقت نمازم خدا بخونم اینم تا تلاوت اکبر بکشم به بگذارم چون مرجی برم آرزوی من از خداوند دیدم میاد حالا هر کی کمکم کنه کسی رو من برم نجات بیابم میگه که تو پنج وقت نماز بخونم پنج وقت دعا میکنم بس نه خانواده شو سگ دانو دروازه جا خدمت شما میکنم بعد نصف شب کن از این کار من نجات بیابم کمکم کنم. یعنی بعد از اقا فراز نشه بکر در زندگی دیدی آماده هستی کس تو را دست تا بگیره از این را برای خوش میشی و دوباره زندگی سالمت هم میخوای شروع بکنی؟ از خدای خود تاروزو هم میدارم. همین خواستت هست؟ بله همین خواستم هست که کمکشم خبر خدا بودم که زنمی را نجات بیاپم گفتم دعا میکنم پنج وقت بخوانم نماز بسه خانواده شد دعا میکنم. دوستو عزیز طوره که دیده خان محمد جان از زندگی خود قصه کرد و نصیحت های خودم مکمل بر شما به دوستا به خواهرها به برادرها حتی که به تمام مردم دنیا میرسانه که عمل یک چیز بد است عمل نکنین. و در آخر آخرین نصیحت خان محمد جان ای بود که آخرین خواستش البته ای بود که اگر کس باشد دست از این بگیره از این زندگی ناسالمی را بیرون بکنه ای آماده هست به گفته خودش می ما کل عمر در بازبانش میشم خدمتش میکنم. اگر کس از دوستا میخواه واقعا که اگر انسان را از این یک شرایط نجات بده به طور مثال خانم آمده که در تمام برنامه های دینی و اسلامی ما ای اولین برنامه هست که یک آدم که فلج است در جامعه ما آمدیم گپ های دل ازیره تجربه هزیره تلخی هایی که احساس میکنه که خداوند ما و شما رو به او حالت نرسانه. یعنی ما احساس نکردیم آمدم از قلب ازی که ایشون با شما شریک کردم و من حیث آخرین آرزوش که ازش پرسان کردم خانم آمد میگه اگر کس مرا کمک بکنه تداوی مرا بکنه که من دوباره در دنیای سالم برم من حاضر هستم کل عمر خدمتش بکنم. اگر احیانا کس دل میسوزانه با این آدم که دوباره سر پا استاد شود ما در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز در این مستند که ما به شما نشان دادیم از زبان خود یک آدمی که دارای عملهای بسیار خطرناکی بود که در تصویر شما مشاهده کردیم قبلا که دایی آدم پودر و یک چیز دیگه به اسم شیشه در پولیش سیگرت نسوار و بعض از عملهای دیگه را داشته شما از آن دیدین که الله رحمان چه رقم انسان چقدر محبت کرده چقدر دوست داره بخصوص در سوره مائده آیت 90 الله رحمان می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید همانا شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلید و از عمل شیطان است پس از آنها دوری کنید تا
تا رستگار شوید. خواهران و برادران عزیز، شما دیدین که الله رحمان در سوره مائده آیه 90 میفرماید کسایی که ایمان آورده اید، یعنی خطابش به کسایی است که باور داره به اسلام، باور داره به قرآن، باور داره به احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله، و باور داره به تشریع که علمایش از قرآن و از احادیث و از عموم اسلام میکنه. ما شما را الله رحمان دهی میگه که ای بنده های من، ای کسایی که ایمان آوردید، شما را دعوت میده به ای که به طرف قمار، شراب و بت و فالبینی، تمام از این چیزها شما از یاد دوری بکنین، چرا که پلید است، از عمل شیطان است، و در یک زمان این زندگی شما را تباه میکنه. طوری که جوان قبلا به ما اشاره کرد که من پدر از وقت شروع کردم که پدرم می آمد در خانه سیگرت میکشید، باز از سیگرت از دوزی میکردم، بالاخره سایست سیگرت بود و چرس بود و بالاخره پدرشه. و آل شما دیده که الله رحمان در یک کلمه چقدر شما را دوست داره که شما را دوری بکنین، فقط از این چیزا دوری بکنین. دوری بکنین خود از این بر شما یک درس بسیار کلانه هست که دیج الله رحمان با شما میفهمونه که چقدر این محبت داره با حیاتتان، چقدر محبت داره با زندگیتان، چقدر شما را دوست داره که دائم در پهلوی از او شیرین ترین کسایتان باشین. که شما در این برنامه دیده که برادر که گفتک که ما یعنی شیرین ترین کس را که از دست داده مادر و پدرم بود، او چیزها را از ما پودر یا شیشه یا چرس یا تریاک از ما گرفت. امروز من کسی هستم در جامعه بار دوش هستم، نه گپ مرا کسی مشنوند، حتی که من در راه هم میرم میگم مرا مردم فکر میکنه که ما دوزی میکنم، برو سو برای پودری. یعنی که الله رحمان در یک نقطه، چون کتاب جامع هست قرآن، شما را میگه دوری بکنین، این از عملهای شیطان است. باز هم الله رحمان به می رقم در سوره مائده آیه 91 باز هم اشاره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد، پس آیا شما خودداری خواهید کرد؟ شما دید دوست عزیز، الله رحمان در سوره مائده آیه 91 می فرماید که شیطان می خواهد با شراب و قمار و فالبینی و بت‌پرستی شما را از یاد خدا دور کند. ما نمیخوایم اینو براتون تشریح بکنیم. قبلا برادر را گرفتیم که چون مصاحبه داشتیم، شما از آن دیدین که یگانه نقطه کو زیاد تشنش بود، میفای کاش که ما بتونم صحتم خوب شوه و در جامعه خود یک آدم خوب شوم. حتی که شما دیدید لابالای گپاش میف که ای کاش که ما بتونم صحتم خوب شوه، من نیم روز خدا من خدمت بکنم به وطنم، شهرشان پاک بکنم، خانهشان پاک بکنم، کوچهشان پاک بکنم. و بهترین آرزویش از آرزوهایش بود که ای کاش که ما بتونم 5 وقت به مسجد درم نماز بخونم. شما را قرآن بسیار زیاد دوست داره. و حال میریم به طرف سوره بقره آیه 219، میبینیم الله رحمان چی میگه با شما. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. از تو درباره شراب و قمار میپرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ است و سودهایی برای مردم در بر دارد و گناه هر دو از سودشان بزرگتر است. و از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند، بگو مازاد نیازمندی خود، این چنین خداوند آیات را برای شما روشن میسازد، باشد که اندیشه کنید. دوستان عزیز، برنامه خود در اینجا به پایان میرسانم. شما را به الله یکتا میسپارم. الله آن ذات است که شما را بسیار دوست دارد و یک نقطه که میگه شما از چیزهای نشاور دوری بکنین. ببینین که نشاور شروعش از کجا میشه و آخرش به کجا میشه. او ده کسایی که شما را تشویق میکنه که عمل بکنین، خیر است، کمک چیز گپ نیست، گناه داره و حرام نیست، کافر نمیشی، برو بفهم این دشمن درجه یکتان است. همین سیگرت
یک چیزک عادی هست، یک کار ده هست که شما را تو کشتن میکنه که هر لحظه هر دقیقه زندگیتان مرگ است. تا برنامه آینده شما را به الله یکتا میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Why?